مجموعه تاریخ ایران، خشایارشا، شاهنشاه ایران زمین، قسمت سوم، جنگ سالامیس. خشایارشا بعد از اینکه گذرگاه ترموپیل رو گرفت، به سمت شهر آتن پیش رفت و اون رو به آتش کشید. تمام هدف این حمله مجازات آتن بود. اریتریا، شهری در جزیره اوباعا، هم به عنوان عامل مؤثر در آتش زدن معابد شهر ساردیس یا همون سارد، تو سال 490 قبل از میلاد به شیوهی مشابه همین مجازات شد. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آتن به جزیره سالامیس تو نزدیکی سواحل آتیکا منتقل شده بودند. تو آبهای نزدیک جزیره ناوگان یونان برای مقاومت ایستاده بود. همونطور که انتظار میره، خشایارشا تصمیم میگیره با ناوگانش علیه یونانی ها بجنگه. کشتی های اون حداقل دو برابر کشتی های دشمن بود. تازه با در نظر گرفتن اینکه 400 تا از کشتی هاش توی طوفان گم شده بودن. با در نظر گرفتن تمام این آمارها میشه نتیجه گرفت که مقاومت یونان توسط سپاه عظیم ایران میتونسته براحتی در هم شکسته بشه. اگه برنامه خشایارشا فتح اونجا بود، با این کار براحتی یونان و مال خودش کرده بود. در واقع شرح جنگ از دیدگاه یونانی ها که مبهم و نامفهومه به ما رسیده. اونا معتقدن در نهایت یونانی ها پیروز شدن. میگن ناوگان پارسی رو به آبهای باریک تر کشوندن، جایی که زیادی سپاه پارس به ضرر خودشون تموم شد. به گفته هرودوت، خشایارشا برای دیدن عملکرد ناوگانش برای خودش سکوی ساخته بود. هرودوت میگه اون همین کار رو تو هلسپوند برای تماشای عبور ناوگانش به اروپا و همینطور توی ترموپیل هم برای تماشای نبرد ارتشش انجام داده بود. در مورد تعداد تلفات ناوگان پارسی مقداری گفته نشده، اما تو سال بعد گفته شد که ایرانی ها فقط 300 کشتی داشتن. از دست دادن 500 کشتی، اونم به غیر از 400 کشتی که توی طوفان از دست رفتن، نشون دهنده اغراق های هرودوته. از اولم این تعداد کشتی وجود نداشت که اصلا بخواد از بین بره. نبرد پلاته. هرودوت میگه خشایارشا از اینکه بعد از جنگ سالامیس تنها و بدون راه پس و پیش تو یونان بمونه ترسید و دستور عقب نشینی هرچه زودتر رو به ایران داد. این توصیف معتبری نیست، اما به رفتارهای خشایارشا میخوره. اون همون قدری که به پیروزی آسون بیش از حد اعتماد به نفس داشت و بی‌رحم بود، همون اندازه هم از شکست میترسید. اگرچه خشایارشا تو نبرد پلاته در سال 479 قبل از میلاد شکست خورده، اما یک سال قبل از شکست از یونان خارج شده بود و بنابراین کمتر از یک سال در اون لشکرکشی شرکت داشت. اون نبرد رو به زیر دستاش، به ویژه مردونیه، پسر عموش واگذار کرد. با اینکه این حمله در نهایت با شکست مواجه شد، اما خشایارشا در پیشروی به یونان تو نبردهای ترموپیل و آرتمیزیوم در به آتش کشیدن آتن پیروز شده بود. مجازات آتن برای سوزوندن معابد شهر باستانی سارد تو سال 490 قبل از میلاد هدف ظاهری حمله به یونان بود. سارد یا ساردیس، شهر باستانی در بخش غربی آسیای کوچکه که تا سال 546 قبل از میلاد پایتخت شاهنشاهی لیدی و بعد از اون مقر ساتراپه‌های پارس بوده. سارد نزدیک به 2000 خورده سال پیش به دست کوروش بزرگ فتح و از اون به بعد یکی از شهرهای مهم شاهنشاهی هخامنشی شد. این شهر که توی آسیای صغیر قرار داشت، به وسیله راه شاهی به تخت جمشید میپیوست.
مورخای یونانی گفتن که خشایارشا در واقع قصد داشت یونان رو جزی از امپراتوری ایران کنه، اما ما با در نظر گرفتن اینکه خشایارشا تو سپتامبر سال 480 قبل از میلاد در نبرد دریایی سالامیس شکست خورد و خیلی زود از یونان رفت، نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا هدف واقعیش همین بوده یا نه. احتمالاً همینطور بوده، اما در واقع اون از منظر راه انداختن هیاهوی سیاسی به چیزی که میخواست رسیده بود. یکی از چیزهایی که کتیبه‌های اون در پرسپولیس و شوش نشون میدن اینه که خودشو تکمیل کننده یه کار پدرش نشون میده. به همین دلیل مجازات آتن و نه تصرف یونان ممکنه براش بسیار مهمتر بوده باشه. داریوش تو سال 490 قبل از میلاد تلاش کرده بود آتن رو با حمله کوچکتری مجازات کنه که منجر به پیروزی معروف و غیر منتظره آتن در جنگ ماراتون شد. شاید خشایارشا با تنبیه آتن به طوری که پدرش در نظر داشت کار رو تموم شده می دیده. اون تو کتیبه‌هاش بر تقوا تاکید می‌کنه و مجازات آتن به خاطر سوزوندن معابد ساردیس رو یک کار خداپرستانه می‌دید. با این اوصاف اون همچنان می‌خواست به اضافه کردن قلمروهایی به امپراتوریش ادامه بده. با این حال ایران تا پایان این قرن نقش اصلی رو در سیاست یونان داشت و این چیزیه که مورخای یونانی نمی‌خوان بهش تاکید کنن. جنگ پلوپونز. ایران تو جنگ پلوپونز که از 431 تا 404 قبل از میلاد اتفاق افتاد نقش اصلی رو ایفا می کرد و بعد از توافقنامه صلح پادشاه تو سال 386 قبل از میلاد تا چندین سال سیاست یونان رو در دست داشت. به این ترتیب نفوذ زیاد خشایارشا بیشتر از اونچه مورخ‌های یونانی مایل به اعتراف بودن بر یونان تأثیر گذاشته. در این حال پیروزی توی سالامیس و پلاته به یونانی‌ها اعتماد به نفس زیادی داد و باعث شد حاکمیتشون رو تو دریای اژه، دریای سیاه و در سواحل آناتولی تثبیت کنن و این قضیه به مرور زمان اقتدار خشایارشا رو از بین می‌برد. هرچند بعد جنگ سالامیس و پلاته خشایارشا کماکان تو غرب آناتولی از قدرت بالایی برخوردار بود و شهرهایی مثل هالیکارناس و سایر ایالتها همچنان به شدت وفادار بودند. انتصاب ساتراپ‌های جدید یا همون استاندارها توسط خشایارشا و اصلاحات دیگه در اداره منطقه تداوم حکومت ایران رو به جای ایجاد شورش‌های گسترده تضمین کرد. شاید انتظار داشته باشیم که ماجرای مقاومت یونانی‌ها در برابر تسخیر ایران منجر به شورش بشه، اما این اتفاق نیفتاد. بلافاصله بعد از شکست ممکنه یک کودتای ناموفق توسط برادر خشایارشا ماسیشته در سال 478 پیش از میلاد صورت گرفته باشه، اما اون قبل از اقدام به کودتا دستگیر و اعدام شد و احتمالاً این شرایط منجر به ساخت داستان‌های عجیب و غریب در مورد میل جنسی فروخورده شده خشایارشا باشه. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.